ایرانیاران گرامی و هممیهنان ارجمندم، درود بر شما. امروز شنبه 17 اپریل سال 2010 ترسایی است و من هومر آبرامیان در ادامه دیدار و گفتگو با استادان گرانمایه امروز در شهر نیویورک در پیشگاه مردی بزرگ به نام استاد احسان یارشاطر هستم، مردی که کوشش کرد از راه دانشنامی کلان ایرانیکا کاخ بسیار سربلند فرهنگ و تمدن ایرانی رو از راه ایرانیکا به پیشگاه جهانیان به نمایش بگذارد. بسیار شادمانم که این استاد گرانمایه با همه کار و کوشش بسیاری که پیش رو دارند، با همه تنگی زمانی که دارند، به من و همکارم این پروانه دادند تا چند ساعتی در پیشگاه ایشان باشیم و آنچرا که تا کنون شاید مردم درباره استاد احسان یارشاطر نمی دانند امروز از زبان خودشان بشنویم. با درود و سپاس بسیار فراوان استاد گرانمایه که به من این پروانه دادید که امروز با همه گرفتاری هایی که دارید چند ساعتی در پیشگاهتون باشم. استاد، گمان نمی کنم کسی باشد که با زبان پارسی آشنایی خواندن و نوشتن داشته باشد و نام ارجمند احسان یارشاطر رو نشنیده باشد. شما رو همه جویندگان دانش از راه نوشته هاتون، از راه گفتارهاتون، از راه خدمات بسیار کلانی که انجام دادید، به ویژه در چند ده سال گذشته از راه ایرانیکا که دانشنامه بسیار کلانی است، همه و همه شما رو میشناسند و بسیار ارج میگذارند کوششتون رو. همه جویندگان دانش، دانشجویان شما رو به عنوان پدر فرهنگی خودشان پذیرفتند و افتخار میکنند که چون این پدری هست که در این گوشه از جهان این گونه تلاش میکند شبان روز با سنی که دارد، با خستگی که دارد، ولی از پام نمی نشیند و کوشش میکند که این بار گران رو به سر منزل مقصود برساند. ولی شاید بسیار چیزها هست که مردم دوست میدارند درباره این پدر گرانمایه فرهنگی خود استاد احسان یارشاطر بدانند. بنابراین خواهش میکنم پروانه بدید برگردیم به گذشته های خیلی دورتر از دوران کودکی شما. کجا زاده شدن استاد احسان یارشاطر؟ در کدام خانواده، در کدام شهر، چه زمان، به کدام دبستان رفتن؟ چگونه دانش آموختن؟ چگونه به خدمت سربازی اگر رفتن یا نرفتن؟ و گامه های فراپویی رو در زمینه دانش چگونه پیمودی تا رسیدیم به امروز و سپس نگاهی خواهیم داشت به آینده. بنابراین آغاز کنیم از دوره کودکی شما که گمان میکنم بسیاران دیگر مانند من کنجکاو هستند که بدانند که دوران کودکی استاد احسان یارشاطر چگونه گذشت. آی کمالمه، اگر نام من در خاطر کسانی مونده باشه، به نظرم بیشتر از لحاظ قرابت نام بنده است، چون یارشاطر اولا هیچ خانواده دیگر رو نمیشناسم که این اسم رو روی خودش گذاشته باشه، و بعدم چون شاطر فعلا به معنی کسانی است که در دکان سنگکی نان میپختند، ولی خیلی این سوال پیش میاد که این چجور اسمیست. بعضی خود میکنن ما با نانوایی نسبتی داریم. حتی یکی سی وقت به من گوه یار شده یعنی جنه خمیرگیر. ولی عرض کنم دلیل این اسم که پدر من انتخاب کرد این است که در گلستان سعدی یک عبارتی هست که یک کسی به دوست خودش میگه میخواهم که یار شاطر باشی نه بار خاطر. بله. و شاطر در معنی اصلیش لغت عربی است به معنی چابک و زرنگ، و در این عبارت هم در حقیقت به این پدر من به کسی ارادت و سرسپردگی و ایمان داشت و او پدر من رو یار شاطر خطاب کرده بود. وقتی قرار شد که
همه نام خانوادگی انتخاب بکنن. پدر من به احترام این خطاب او همین یار شاطر رو انتخاب کرد. فقط نمیدونست که خلقی رو به تعجب میندازه که چجور اسمیست. لابد همگان گمان خواهند برد که خانواده شما یا پدر شما، پدر بزرگوار شما، حتما گونه با شاطرها در پیوند بوده یا خود شاطر بله. بوده. آخه شاطر اما خودش یک سیر خاص معنیش، سیر خاص شاطر در اصل در عربی به معنی همون چابک زنن، ولی بعدها به مناسبت چابکیه کسانی که جلوی اسب یا قاطر بزرگان و آخوندها و اینا میدویدن و راه باز میکردن و کوزش و قردش رو میگفتن، اونها رو شاطر میگفتن. و بعد در دکانهای سنگک فرسی هم چون کار اون کسی که خمین رو روی ریگ ها پر میکنه یه چابکی رو عرض کنم که هوشیاری لازم داره، اینی که به اونم گفتن شاطر آقا. بله بله بله. اون آقاش هم برای اینی که اینا رو زودتر را بندازه. بله. عرض کنم که این داستان نام خانواده که من در همدان متولد شدم، ولی پدر و مادرم از مردم کاشان بودن. پدر من با عموهای من به کار تجارت و داد و ستد مشغول بودن و هر کدومشون در یک شهر از جمله همدان و کرمانشاه و رشت و شاید کاشان اینها در ارتباط و هم دیگه به کار بازرگان مشغول بودن. پدر من در همدان سکنا گرفته بود و اونجا کارهاش اداره میگرد. بعد من در اونجا به مدرسه رفتم. در اونجا بهایی ها یک مدرسه ای تأسیس کرده بودن به اسم مدرسه تأیید. بله. و من رو به اون مدرسه فرستادند. من یکی دو سالی اونجا بودم. بعد پدر من عازم کرمانشاه شد و خانواده ما یک دو سال دو سال نیمی در کرمانشاه بودیم و اونجا من به مدرسه آلیانس رفتم. این مدرسه آلیانس رو کلمی های فرانسه در ایران تأسیس کرده بودن برای حسب وظیفه‌ای که برای خودشون میشناختن و در این مدارس هم فرانسه تدریس میشد، هم شاید اصول جدیدتری غیر از اون در مکتب ها مرسوم بود رواج داشت. من هم از که دو سالی به همون مدرسه آلیانس میرفتم. بعد پدر من و مادرم تصمیم گرفتن که به تهران نقل مکان میکنن که عده دیگری هم از خانواده ما به تهران رفته بودن. میدونید که اصولا یک مهاجرتی از شهرستانها به تهران که پایتخت و مرکز کار و زندگی در جریان بود و پدر و مادر من همچنین تصمیم گرفتن و این است که ما به تهران رفتیم. اونجا باز یک مدرسه بود در خیابان کاخ که اون را هم
مدرسه تربیت بهش میگفتن. این رو هم بهایی ها تأسیس کرده بودن، ولی البته شاگرد های غیر بهایی هم داشت، از جمله فرما که نزدیک به اونجا ساکن بود و چاهشو به همین مدرسه تربیت فرستاده بود. و این مدرسه دوام داشت و من هم شاگرد اون مدرسه موندم تا اواخر سال هفتم، یعنی سال اول متوسط. بعد به علت این که مدرسه رو در تعطیلات باهایی تعطیل میکردن و رضا شاه دستور داد که باید مدارس فقط تعطیلات رسمی تعطیل کنن و این رو اینها درست نمیدونستن و بنابراین رعایت نکردن. این از که رضا شاه دستور بست شدن مدرسه رو داد و من که در این زمان هم پدرم و هم مادرم فوت کرده بودن، در منزل دایی بزرگم آقای میساقیه اونجا زندگی میکردم و یک سالی سرگردان بودیم با امید این که مدرسه تربیت باز بشه، ولی نشد. در نتیجه من رفتم به مدرسه شرف. در مدرسه تربیت من تا اوائل سال ششم ابتدایی یه شاگرد فوق العاده معمولی و یه قدری بازی گوش و شادم زیاد درس خون نبودم. در کلاس ششم ما دو معلم داشت، یک معلم حساب و اینها بود، یکی از خانواده قائم مقام، یک کسی دیگه معلم تاریخ و زبان فارسی، این اسمش نیر سینا بود که بعدا هم شهرتی پیدا کرد و خیلی هم عمر طولانی کرد و در آمریکا فوت کرد. این تاریخ درس میداد، خب من از قصه خوشم میامد. این تاریخ رو یک دو دفعه که از من پرسید، دید که من این همون چیز که گفته شاید بدون حذفی هیچ کلمه تکرار کرده، خیلی من رو تشویق کرد و آفرین گفته. اینا تشویق این مرد در من خیلی واسه شد و من یک دفعه تبدیل شدم به شاگرد خیلی درس خون. و جوری که در کلاس هفتم هم یک مرد شریف و معلم کم نزیر بود به اسم آقای فعادی که در سن پترزبورگ تحصیل کرده بود در روسیه، و یک دو دفعه که تاریخ از من پرسید گفتم مثل گرامافون میمونی. و به هر حال اون مدرسه که تعطیل شد، من رفتم به مدرسه شرف که به منزل ما نزدیک بود. رئیسش یا مرحوم حسن زوخی بود یا کسی اسم دکتر مهدوی، و برای اولین بار من در درس هم احساس ناتوانی کردم، چون من کلاس هفتم رو اونجا نخوندم، بعد من وسط سال هشتم رو و در درس فرانسه و درس ریاضیات که من عادت کرده بودم همیشه من رو میپسدن پای تخته که بمیستم و اینا، اونجا دیدم که من مقدمات ریاضیم ضعیفه و باید که
از اول بودم و یاد میگرفتم. هر حال اونجا هم من بودم یک سالی. خب اینجا توضیح زندگی من بدون ذکر یک مطلبی که شاید بیش از هر چیزی که در زندگی من مؤثر بوده امکان پذیر نیست و اون فوت مادر من. مادر من برای زمان خودش یک زن فوق العاده پیش رفته و استثنایی بود، قد بلند و شکیل و صدای بسیار خوبی داشت و نی هم میزد. در خانواده مادری من مرسوم بود و اهل سخنرانی بود و غالبا دعوت میشد که سخنرانی بکن. اونم در ایرانی که همه چادر چاچور بودن اینها. ولی خب من هم البته خیلی به مادرم علاقه داشتم. ماها سه برادر بودیم و یک خواهر و شاید یا به علت خوب درس خوندن من یا به دلیل دیگری تصور میکنم که من هم فرزند سوولی مادرم بودم. وقتی فوت کرد کلی هاش از کار بود و در اون وقت ها دیالیز در ایران نبود و آنتیبیوتیک هم نبود و نمیدونستن چیزی این مرض رو معالجه کن و در اندیشه به هر حال در گذشت. من از راه مدرسه داشتم برمیگشتم، دیدم یک اتوبوسی ایستاد، من سوار کردم، دیدم همه لباسهای سیاه نشستن ولی تا من رو دیدم صداهای خودشون رو پس کشیدن و ذکری به من نکرد. گفتن میریم به یه جای دام بیا. من باشون رفتم. رفتیم به یک گورستانی که اسمش گلستان جاوید بود. بعد که پیاده شدیم و تابوت رو بردن من فهمیدم مطلب چی و دیگه گریه و زاری و خودکشانی من کردم اینجا که هیچ جور بر نمی آمد گریه من. ولی دیگه من برگشتم به منزل دائیم ولی زندگی ولی من فوق العاده تلخ و در این باقی که منزل دائم بود من غالبا میرفتم به ته باغ می نشستم زار زار گریه میکردم به یاد مادر. غالبا نیم ساعت چهل دقیقه طول میکشه و دیگه اهل خانم عادت کرده بودن و بعد به علت همین وز و دلتنگی و حتی میشه گفت خفقان و افسردگی که من به مناسبت مرگ مادرم داشتم، گویی که پدر من هم یک سال بعد از مرگ مادرم، من 12 ساله بودم که مادرم فوت کرد، 13 ساله بودم که پدرم فوت کرد. ولی
مرگ پدرم هیچ این تأثیر رو در من نداشت. مرگ مادرم که تای اندازم دوید، چنانکه برای خواهر من مرگ پدرم خیلی مؤثر بود، برای من مرگ مادرم. و بله من یک روز من دلم خواست تحصیل بکنم و این رو هم من مدیون باز مادرم هستم. من در عالم بچگی خیال میکردم که مریض شدن مادر من نتیجه شیطنت های من بود و اینه که یک نوع احساس گناهی در من وجود داشت و من هیچ جبران این گناه ها فهم کردم چیزی که مادران میخواسته من اون را عمل بکنم و یکیش البته تحصیل بود. من وسیله نداشتم و نمیخواستم هم سربار دایین باشم و منزل دایین بمونم. یک روز را افتادم، دوستی داشتم که چیزای را وزارت آموزش پرورش من گفته اینها، فهمیدم که میشه از وزارت آموزش پرورش کمک گرفت. من راه افتادم، رفتم به وزارت، اون وقتا بهش میگفتم وزارت معارف، که در خیابان اکبالتان بود و گویا یکی از امارت های متعلق یکی از شاهزادگان قاجاری بود و و از دیواراش آینه کاری داشت و سراغ به سراغ رفتیم پیش معاون تفتیش، کسیش بود به اسم آقای یزدانفر. من هم چون خیلی بچه بودم دیگه، شلوار کوتاه هم پوشیده بودم، بچه در به نظر می آمدم. رفتیم جلو میز این باز شدیم، گفت شما چی کار داریم؟ گفتم من میخوام تحصیل رو کنم ولی وسیله ندارم. گفت شما خواهی که هستی؟ پدره که ما نرد؟ گفتم من فوت کرد. گفت شما قوم و خیش دیگر؟ گفتم نه. تحجیب کرد ولی بسید چند سال دیگه کدوم منزلسی بودی تا کجا زخون تو کلاس هشتم. اونم در موند که چیکار بکنه، ولی خب آدم انسانی بود، میتونست روی من هیچ کار نمیدم. بله شما یک کاغذی نمیشه به من داد، گفت تو خیابون شهاباد اونجا ببرد رئیس دار و تربیه اشایر اونجا بود، گفت اونجا بپرس آقای مهمان دوست، برو این کاغذ رو ایشون بده میتونه برد کاری بکنه یا نه. من رفتم اونجا، این آدم میان سالی بود با تریش جوگندمی اونجا نشسته بود، این کاغذ من پیش دادم، خوند و گفت که خب اینجا دارو تربیه اشایره، تو که اشایر نیست همینجور بر 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 این دارو تربیه اشایره رضا شاه دستور داده به افتتاح کنن فرزندان خبانین کرد و لر و ترکمن اینها رو که وزرا اینجا را
گرفته بود و آرام کرده بود، بچه های اینا رو آورده بود در این دار، در دارو تربیت. من شبان روزی بود و اینا روزا هر کدوم شهر مدرسه بود برن میرفتن، ولی برای قضا و شب برمیگشتن و همین دارو تربیه و اونجا هر کدومشون یا اتاق تخت خود داشتن میخواد. بعد فکر کرد و گاخه تو کسی کاری کسی نکنم، هیچ کس. و خوب اینم بعد ها من دیدم که خیلی آدم انسانی، گفت اینجا تو حاضر شرایط نیستی، ولی فعلا تو اینجا باش، من ببینم چه فکر میشیم. در همین زمان اولین دانش سرای مقدماتی داشت تشکیل میشه، ولی از خانه حکمت کفیل وزیر وزارت معارف بود و سال اول دانش سرای مقدماتی درست شده بود، منتها هنوز جا نداشت. نزدی که امجدی زمینی خریده بودن ولی تا بسازن اینا طول میکشید. اون سال اولش آورده بودن در همین دارو تربیه شاعر و رئیسش یک کسی بود به اسم حبیب الله خان صحیحی، در فرانسه تحصیل کرده بود و همین دانشسرای مقدماتی رو در فرانسه دیده بود و او رو رئیس دانشسرای مقدماتی کرده بودن. و فردای مهمان دوست من فرستاد پیش این، گفت اینجا مدرسه باز کردن اونا، تو برو ببین بلکه تو رو قبول بکنن. حالا من هم سنم کم بودم، کلاس نهم رو نخونده بودم، اونجا شرطش این بود که آدم تصدیق کلاس نهم داشته باشه. من رفتم به این آقای صحیحی و واقعا باید بگم یکی از شانس‌های بزرگ من در زندگی، به خلاف اونچه بعضی بدبین‌ها حساب میکنن، من اینقدر به افراد انسان نجیب و نیکوکار برخوردم که خیلی خیلی قدر شناس اومد. این صحیحی اولا معلوم شد پدر من میشناخت و خب زمن مقررات هم بود، گفت که وقت تو تصدیق نامون نداری، اینجا مقررات شناخت هست. بودم شما منو قبول کنین شیش ماه به من فرصت بدید، من کلاس نامه امتحان میدم، اگه قبول شدم قبول شد، اگه نشدم که خب دیگه شما کار من هست. فکر کرد و گفت بله خیلی خوب، باید از وزارت آمار اجازه بگیرم. اونو صحبت کرد و خلاصه اجازه گرد. ما رفتیم کلاس، بیشتر اینا یا معلم دبستان بودن یا همه حتما بزرگتر بود. رفتیم در کلاس نشست و بعد از شیش ماه هم امتحان دادم قبول شد و دیگه شدیم شاگرد رسمی دانشسرای مقدماتی از اولین معلم همون مرحوم محیط دوا دوایی بود. و بعد از سال اول اون امارت رو ساختن و چه امارتی، با لابراتوار و کتاب خانه و زمین های ورزشی و
ما اون طرف یک شبانه روزی بزرگی هم بود اونجا و ما رفتیم اونجا همه شاگرده ها چیز بودن شبان روزی بودن در دانه سال مقرد بعد من اینجا یادم شاید اولی شدم شاید دوم ولی به این دو نفر بورس میدادن که برون به دانه سرای عالی بله اولا من سنم اقتضانم کردی برم تو دوستان درس بدم خوشبختانه شاید اول شاید دومم شدم گون که من در دوره تحصیلیم هیچ وقت جهت نمی کردم که مثلا شاید اول باشم یک هم کلاسی داشتیم به اسم فتی چقدر عاشق این بود که شاید اول بشه و خودشو میکشت من نه به صورت طبیعی درس ها یاد میگرفتم ولی به هر حال بورس دانشگاه عالی رو من در حال گرفت و اون هم شبان روزی بود و یه مدتی در همین دانشگاه مقدمات اون طبقه بالاش خوابگاه خیلی بزرگ بود اونجا شبان روزی شدیم و دیگه من دوره تحصیلی رو تگردم رئیس اون شبان روزی کسی بود به اسم حسین گونیلی که خب رئیس ما محسوب می شدیم و بعدها دیگه گذشته روز که آرتوریش شد که من وقتی که در دانشکده تدریس میکردم گونی که اونجا اسم نوشته بود که درجه دکتری بگیر و درس فارسی باستان من میدادم و دیگه ناچار اومد به اون کلاس ولی خب یکی از صاحب منصب های بسیار خوب وزارت فرهنگ بود دقیق و تمیز و مرتب بود وظیفه شناس و دیگه تا دانشسر عالی تمام شد و من قرار بود دبیر بشه شرط استخدام در وزارت معارف این بود که تمام فارغ التحصیل های دانشسرای عالی باید اقلا دو سال در شهرستان آخر بکن من دلم بخواست برم دوره دکترا رو بخونم و موقع هم که شاید دانشگاه عالی بودم مرحوم سعید نفیسی از من خواسته بود که در نوشتن نمونه های مطبعی و تصحیح نمونه های مطبعی یک کتاب لغتی که پدرش ناظم الاطباء کرمانی نوشته بود و بعدها به اسم فرهنگ نفیسی چاپ شد در پنج جلد و یکی از فرهنگ های خوب زبان فارسی است با او کمک بکنم من او رو واسطه کردم که نرم به شهر سانو برم دکتری تحصیلم رو تمام بکنم سعی کرد و من کمک کنه با من آمد پیش آقای وحید تنکابادی که مدیر کل وزارت فرهنگ بود در امور آموزش بهش گفت آقا من این جوان رو لازم دارم برای کارم به شما بزیدیم بموند من از بیفکری و سادگی فوری گفتم نه آقا من حقیقتش اینه که میخوام درس بخونم
من این من میخوام اینجوری همین خب کرد کار گفت نه مقررات اینا نمیشه باید بهت بشه حالا اتفاق افتاد من یک هم کلاسی داشتم که این روز هم وقت دانشان مقدر دیدم گفت که من یک خواهرزاده دارم این تو میتونی قدیل درستاش کمک کن کنم من رفتم و کمک کردم و بعد خواستم به من حقوق بدن کنم این حقوق چیز هم کلاس من کار نکردم و این گذشت بعد که دیگه از همه جا بازوندم مادر جوان که خیلی خیلی خانم شایسته‌ای بود برادر شوهرش یکی از رؤسای وزارت فرهنگ بود من یه روز تلفن کردم گفتم میشه که شما استفادهش رو کنیم به فلان کرد گفت که ولی باکم تلفن اول محصر شد و به من در دبیرستان علمیه کار دادم و منم شروع کردم به تدریس و دو سال اونجا تدریس کردم اول من رو بودشن کلاس اول دبیرستان برزورم بعد رئیس دبیرستان علمیه دید که من در کارم بوده زیادی جدی و من گذاشت که در کلاس پنجم درس بودم و منم برای خودم اینو ابداعات به اصطلاح داشتم مثلا من معلم دیکتم بودم در اون کلاس هم دیکته رو مرسوم بودم میشه از یک کتاب مشکلی از تاریخ موجم میگفتن بعد میدونن ورقه ها رو دست معلم معلم زیر چیزایی غلط بود خط میکشه درست شمیرش برمیگرد من این کار به نظرم بی منطق آمد گفتم لغتی که کسی یاد نداده به شاگرد این از کجا بدونه که با ساطه با سینه بعد اول لغت رو بهشش یاد داد بعد امتحان کرد و من شروع کردم بعد فکر کردم دیکتر رو نمیدن یعنی املای لغات رو نمیشه اشخاص یاد داد مگر اینکه یه اطلاع مختصری از اشتقاق داشته باشن مثلا اگر یک کسی کلمه اصل رو یاد گرفت بفهمه که اصول و موصول و نمیدونم چند کلمه دیگه اینها چون از اصل میان با ساده همش و اگه مثلا قیامت رو یاد گرفت حدس بزنه و بتونه بفهمه که چرا قائم و استقامت و مقوم و این ها همه با محبوط و درست و واقعی نمیست اینی که من شروع کردم هم یه قدی اشتقاق درست دادم به شاگرده ها و بعدم لغت هایی که می آمد در زمین یاد دادن اشتقاق همه رو توضیح می دادم من چون گفتم دو جمله به کار می بردم بعد آخر سال از این ها امتحان می کردم یعنی مسئول بوده نسبت به اون چیزی که بهشون آموخته شده و یک روز اون آقای حسین گونیلی که رئیس شبان روزی ما بود با
رئیس مدرسه علمیه که آقای مهران اسمش بود، اینها هم دور و هم دوست بود. یه روز آمد به مدرسه علمیه و خلاصه به مهران گفته بود تو باید این به من قرض بدی و اونم موافقت کرد و من رفتم به دانشسرای مقدم و تیره شدم معاون دانشسرای مقدم و چند سال همین سمت رو داشتم. زمینم یکی از معلمین اونجا آقای قربانی که بین معلفین کتابهای ریاضیات برای دبیرستان ها معروفه، او همینجا تدریس میکرد و زمینم در مدرسه فرانکو پرسان که مدرسه این بود که فرانسوی دبیرستانی بود درست کردن درس میدن و به یه مناسبت من معرفی کرد بود و اونجا برای من یک درسی قرار دادن و این رو من در ساعت فراغت هم این کار میکردم و حقوق اضافی از اونجا میگرفتم و یه قدی به اصطلاح توانایی مالی من کمکم کرد و بعد شروع کردم کمی انگلیسی یاد گرفتن. رفتیم به کلاس های بریتیش کانسل، شورای فرهنگی بریتانیا، و ولی مدت زیادی نگذشته بود که یک بورسی به من تعلق گرفت که برم در انگلستان از همون شرقه و اونجا یک سال تعلیم و تربیت، چون من در دانشسرا بودم و اینا به نظرشون آمده بود که مفید این تعلیم تربیت تحصیل رو کن و من خیلی خوشحالی شدم و من انگلیسی زیاد بلد نبودم. رفتیم به انگلستان با دو نفرم هم سفر بودیم، یکیشون آقای روحانی بود که بعد وزیر کشاورزی شد و این حضرات اعدامش کرد. یکی هم یک کارمند شهرداری بود که اسمش آدم کرد. رفتیم به لندن. من یک دوستی داشتم محمود صنایعی که دکترا در روانشناسی گرفته بود و حالا مشغول تحصیل سایکوانالیسی روانکاوی میخوند و بعد منم پانسیون بودم در منزل یه نفر انگلیسی که اصل سوئدی داشت، ولی چون با دکتر صنایعی از دوره تحصیل در دوره دکتری من دوست بودم، بهش گفتم یک روز که شنیدم که هنینگ یکی از ایران شناسان بزرگ دنیا در لندن تدریس میکنه، منم علاقه داشتم و به دنبال کردن تربیت ناقد را علاق من را فکر کردم من اگه بشه از این خواهش کنم بسرم من برم با این درس بخونم، ولی لازمش این بود که اولین بپذیره آنهارم این چی بلد من بودم. به محمود صنایعی گفتم که من که انگلیسی درست بلد نیستم، تو بیا با من که اگه مطلبی لازم شد توضیح بگیم تا توضیح.
وقتی رفتیم شنید هنین که یک مردی بود خیلی اندام کوچکی داشت سر بزرگی و قدی هم گوش فوش نشستیم اونجا گفت خب شما چه گفتم من میخوام که این زبانهای قدیم ایران دارم گفت خب چی بلدی گفت من هیچی بلدی میخوام از الف بشو و خب ظاهرن از حرف بدش نیمد و آخرش قبول کرد اون وقت هم کارو اون ده اینجور اشخاص تحقیق بود البته اینم کلاسش دو سه تا من بودم و اون کسی که بعد های که شاید بزرگترین عالم مذهب زرتشتی پروفسور مری بویس و یک مدت کوتاهی هم آقای دکتر ماهیار نفابی آمد پیش و درس خوند و خیلی دیگه هم شاگرد بودم پروفسور فرای یه سال پیش و درس خوند پروفسور دوشینگی و من از بلژیک آمد که پروفسور هم بود ولی کتیبه های پای کولی رو پیش اینی خوند و میر بود این به هر حال پذیرفت و من رفتم به پوستش کانسل گفتم که این منو پذیرفته و خیلی مهمه چون در ایران کسی نیست که از این چیزا اطلاع داشته باشه که درست در پور داوود از آلمان آمده بود به ایران و زبان اوستایی و فرهنگ ایران باستان تدریس میکرد اون هم یکی از افراد واقعا نجیب و شریف و گشاده دست و ایران دوست تا مغز استخوانش ایران دوستی بود و او شوق تحصیل ایران و باستان و زبان ایرانی رو در من ایجاد کرد و این بود که وقتی شنیدم هنین اونجا هست و گفتم قنیمت من باید برم اینا رو یاد بگیرم ببخشید شما با زندیات پور داوود آشنایی نزدیک داشتید یا اینکه فقط از راه نوشته هاش؟ نه خیر معلم ما بود بله معلم شما معلم ما بود و به من هم لطف داشت و من غالبا به منزلش می رفتم بله یه دفعه به شفتم های بوداد من به نظر آمده بر نیست که ما یک جلسه مرکب از چند نفر که علاقمند به این ایران باستان اینا هستن تشکیل بدیم ماهی یک دفعه به جایی که مثل همه بیشیم غیبت بکنیم بیشیم احبای که آقا بدون غیبت که زندگی نمیشیم همه آدم شوخی بود پور داوود ده لحجه رشتی خیلی خیلی با نمک بود عرض کنم که من دیگه شروع کردیم با تحصیل و میری بوز که خودش هم پیش این درسی میکرد و در یک کلاس با من شرکت میکرد تدریس هم میکرد زبان پهلوی درس و من هم که پانزشم بود اما شروع کردیم درس خوند ولی دوره دشواری بود ولی اینکه من هم انگلیسی باید یاد میگرفت دفعه اینکه کتابی میخوندیم از آثار مانوی زبانش زبان پهلوی بود خطش خط عبری اینا رو مقبار از خود می داشت ترجمهش هم به زبان آلمانی که من یک کلمه نمی شد دیگه فوری رفتیم کلاس آلمانی اسم داشتیم و کلاس انگلیسی اسم داشتیم و دیگه با قول معروف آدمی که تو سر خودش رو زنی تو سر این کتاب
که علامت میاد کلاس مهنی ازش خجل نباشه یاد کلاس مهنی باشه و دیگه مشغول تحصیل شد و یک سال کشید به 4.5 سال و شورای فرهنگی بریتانیا هم خیلی در مورد من مراعات کردن و هی بورس های من یک سال تمدید کردن. حالا من وقتی آمدم کارمند وزارت فرهنگ بودم، من رو منتظر خدمت کرده بودم و یک سال آخر رو من از پس انداز خودم زندگی ما داره کردم و ام ای گرفتم، امتحان جانانه هم داشت کتبی و نها. بعدی که ام ای گرفتم با نیم نشدم، گفتم خب من تا اینجا رسیدم دارم خود دکتران بگیرم. خلاصه قرار شد من یک موضوعی برای تز دکتران انتخاب کنم. موضوعی که من انتخاب کردم نتیجه مطالعه یک مقاله بود که این هنینگ نوشته بود. این گزارش افتاده بود به تاکستان و اونجا با چند تا دهاتی صحبت کرده بود که اینها به زبان ایرانی صحبت میکنه، ترکی صحبت میکنه و خب اون زبان شناس اصلا نابغه بود. این بعد یه مقاله نمیشیم به زبان قدیم آذربایجان، حدثت که این دنباله زبانیست که در بعض کتاب ها نمیشتن که مردم آذربایجان به زبان آذری صحبت میکرد که این زبان رو در ایران اول کسی که شناسون مرحوم کسروی بود، احمد کسروی. و من اون مقاله که خوندم گفتم خب من میرم دنبال بقیه این چیزا و برابر اینا اسم این زبان ها رو گفتم تاتی. من همین زبان تاتی رو موضوع رسالم قرار دارم، منتها ولی یه ناحیه معینی، یه ناحیه در جنوب غربی قزوین که چند پنج شیش تا ده بعضی هم ده های بزرگه که اینا همهشون تاتی صحبت، از هم بزرگتر تاکستانه، بعد شاله، بعد اسفردینه، بعد سگزاباده، بعد ابراهیم آباده. سگزاباد اونجاییست که این آل احمد از اونجور بیرون آمد. خود او همه چیزی راجب این دهات نوشته، تات نشینان بلوک زهرا یاد میکنم، ولی اون چون زبان شناسی و اینجور چیزا نمیدونست چه زبان نبرداخت و دیگه من برگشتم به ایران و مشغول تدریس شدم. اول من رو قبل از اینکه برم، چون دکترها رو گرفته بودم اینها، من رو منصوب کرده بودم به دانشیاری زبان فارسی در دانشکده معقول و منقول، ولی دیگه من نرسیدم که این کار رو انجام بدم. اون بورس که پیش آمد استفاده کردم. بعد که برگشتم و
در دانشگاه ادبیات من استخدام کردن. سال اول ادبیات فارسی درس کردم، از سال دوم شروع کردم به زبانهای قدیم ایران، ولی به خصوص زبان فارسی باستان، این زبانی که کوروش و داریوش هخامنش رو صحبت کرد. و خب کمی هم طرز تدریس من سرصدا کرد، اولا وزی شایدان رو تمام چرا درس رو نمیخونی؟ میگفتم این درس فارسی باستان ما باید همه حفظ کنیم، نمیرسیم به کار بید شیطنت میگرد. ولی خب کلاس های بزرگی بود، من هم قانع نبودم به این که مثلا کتبی داریه شده بگه من چی بودم بشه بگم باید حفظ کنید اینا رو بدا مرکوز ذهنتون بشه. و خودم باشون چیز میکردم و میگفتم و تکرار میکردن و بعد یادم بله. و همین دلیل قضی گفتن این جوان است جویای نام آمده شروع میکنه زیاد. خب دیگه من در دانشگاه تدریس میکردم و بعد شروع کردم به کارهای دیگه در حاشیه تدریسم. اولا با همکاری چند نفر از دوستانم از جمله ایرج افشار، عبدالحسین زهرین کوب و مصطفی مقربی انجمن کتاب رو تأسیس کرد. انجمن شما؟ کتاب. بله انجمن کتاب. این برای تشویق کتاب خوندن اینا بود، ولی دامن کارش وسیع‌تر شد. اولا یک کتاب خانه ثابت درست کردیم که هر کسی راحت بتونه کتاب قرض بگیره برای خونش پس بود. چون مثلا وقتا میشد آدم به کتاب خونه مجلس یا کتاب خونه ملی کتاب، ولی هفت خان رستم بود و شرح حال بنویسی امضا کنید زمانت. ما گفتیم نه، کتاب باید در اختیار همه گذاشت بخون. عرض کنم یک کتاب خانه ثابت و یکی از کوچه های خیابان شاهرز. بعد گفتیم خب باید که این دهات و این هم بیچارها کتاب احتیاج دارد. شروع کردیم که اولین بار کتابخانه سیار درست کرد. یک پولی از شرکت نفت گرفتیم و یک ماشین لکنده هم ازش عرض کردیم و با راننده بر هفته کتابخانه مونم به دهات و اطرافات ایران بهشون قرض میدادم. دو هفته بعد میرفتن جمع میکردن، اونایی که کور سوار داشتن میگرفتن میخوندن پس. و بعد از کارهای دیگر کردیم، فهرست سالیانه کتاب ها رو شروع کردیم چاپ کردن که بیشترش کار ایرج افشار بود که کم کم شدن متخصصینه بزرگ دنیا در کتاب شناسی فارسی. بله عرض میکردم که دیگه من بعضی کارهای فرعی شروع کردم در حاشیه تدریسم. یکی تأسیس انجمن کتاب. بعد به نظر میرسید که در ایران مجله برای انتقاد کتاب وجود نداره. من اون وقتا با مجله سخن که زنده ها دکتر پرویز خانلری تأسیس کرده بود و بسیار مجله خوب بود همکاری داشتم و اونجا هم انتقاد کتابگاهی چاپ می شد. ولی من فکر کردم این مجله مخصوص این کار بود و شروع کردم مقدمات شروع هم کردم. البته مرحوم خانلری
اینقدر خوشنود نبود از این کار که من میخواستم بکنم. میگو خب همین کار تو مجلس ها. من گفتم نه، باید مخصوص انتقاد بشه. بعد بالاخره این مجلس ها را افتاد به اسم راهنمایی کتاب و تا چند سال نیست که 21 سال انتشار پیدا کرد. هفتگی بود یا ماهی؟ نه، ما اولش سه ماه یک بار بود، بعد ماهانه شد. ولی کسی که اونجا رو در حقیقت اداره میگم، من سالهای اولش خب خیلی مراقب مجله بودم، هم در نوشتن بعضی مقالات، هم در دعوت اشخاص برای اینکه مقاله بنویسن، انتخاب کتب چه و اینها. ولی بعدی که من آمدم با آمریکا، در حقیقت عمده کار رو ایرج افشار که سردبیر مجله بود انجام میداد و این ادامه داشت تا انقلاب اسلام. و وضع مالیش هم خوب بود. البته اینجور مجلات جدی مشکل که در آن پای خودش بیسته. ولی ما یکی دفعه به لطف آقای خدا داده فرمان فرماییان 200,000 تومان از سازمان برنامه کمک گرفتیم. و یک کمک هم همطور که عرض کردم از مرحوم منوچهر اقبال که رئیس شرکت نفت بود برای کتاب خان هایز زعیه ها رو یک کمکی هم برای راه نمایی کتاب ازش گرفتیم. و از بعض جام خواهش کردیم که بخرم این مقدار شما را حال که این کار بتون ادام بده. ولی البته محصول نبود که به نویسندگان چیز داده بشه. من در حقیقت همون شاید 6 ماه بعد از اینکه از انگلستان به ایران برگشتم و مشغول تدریس شدم، به نظرم آمد، چون یه جایی خوندم که در ترکیه قریب 600 کتاب از آثار ادبی و آثار کلاسیک دنیا رو به ترکی ترجمه، نمیدونم این عدد درستی هم به. من این طور برم سرم آمد یا شنید و من گفتم خب خیلی قریبی که در زبان فارسی نادر یک کتاب کلاسیک دنیا ترجمه شده باشه و باید این کار رو با یک اصول صحیحی جا چیز کرد. و من جد گرفتم که این کار رو بکنم. خب این کار بی سرمایه نمیشد، چون هم برای چاپ این پول احتیاج داشتیم، هم به نظر من باید به مترجمین پول داد. درست. بالاخره بعد از اون که اساس بنیاد گذاشتیم، اساس مؤسسی به اسم بنگاه ترجمه من هشت کتاب بعد اون گفتم آی بنگاه چی این مال معاملات ملکی درست هم میگفتم، ولی من هم میخواستم اسم فارسی داشته باشه، مؤسسه نباشه. و همین که اسمش نشون بده که جنبه تجاری داره. بله بله. تجاری به این من که من میگفتم کتاب باید اینقدر خوب باشه که فروش که خریدار داشته باشه. درست. و از راه فروشش خودش اداره کنه. کمکی هم نشد.
ولی یه سرمایه اولی لازم داشت. این رو چند سالی بود روی آشنای دوستی که ما با جهانگیر تفضلی که در دانشکده هم کلاس ما و دکتر پرویز خالقی یه جلسات نهاری داشتیم که این چند نفر بودن، رسول پرویزی بود و یعنی خیلی شیرین و خوش سخنی بود و آقای عزدالله علم. عزدالله علم اون وقتا هنوز به چیز نرسیده بود، نخست وزیر اینا که نرسیده بود هیچ، فقط وزیر کشاورزی شده بود و معاونش هم یکی بود به اسم محمد جعفر بهبهانی ها که رئیس املاک و مستقلات پهلوی. کم کم با اینا دوره ای پیدا کردیم و گاهی یک ناهاری با هم میخوردیم و تا این موضوع بونگاه ترجمه نشر کتاب میشه. من از علم خواهش کردم که اگه میشه فکر یک دستمایی بر ما بکنن، اونم که راهش معلوم بودی باید از شاه بخواهیم و یکی شد همه که باید صحبت کنم، گفتم چیکار مخواهم بکنم، این کار حسنه چیم، ما باید کلاسیک های دنیا رو ترجمه کنیم به فارسی، ایفکی نشو این ها. بالاخره قبول کرد که یعنی از شاه اجازه گرفت که کمکی به ما باشه، از کمکی در حدود 500,000 تومان منطقه به تدریج. وقتی که این کمک پا گرفت یه اشکالی داشت، اشکالش از نظر من بود که این پول از بنیاد پهلوی میامد، ما لهربار بود و خطر این رو داشت که از ما انتظار داشته باشن. اول هم پشت کتاب رو بمیتیم در این عصر فرخونده گنندم شاهان شاه چنین جلن که من فکر کردم این کار درست نیست. دفعون میگه سفارش کن یا رو کتاب نوشته مرسن در شرحال رضا شاه کبیر فرزاده به دربار کابای جو بگیریم کمک کنن جا اونم بفرسن اینجا پیش شما اینجا کن، این با کار ما نمیشه. من وقتی علم گفت که خب انقدر سرمایه ما میدونیم به شما، گفتم یک شرط داره، دو تا شرط کردم باشه. گفتم اگه این شرط ها شدنیه که خیلی هم من، یکی اینه که از دربار هیچ وقت به ما توضیح نشه کتاب چه کتاب چاپ کنیم چه کتاب چاپ نکنیم. شرط دومش اینه که خود شما رئیس هیئت مدیره ما باشید. خب خیال نمیکنم که اینا رو به این صورت به عرض رسونده بود، ولی شاید هم رسونده چون نزدیک بود بشه، ولی بودن خودش زمانت میکرد که ما جرحت داشتی باشه هی کسی از این کتاب پر موضوعی ما از جاده چاپ نمید و از قرائه به دنیا اینه هیچ که الهم سروحف خودش نیست، هرگز میفرستدن مردم کتاب به دربار،
ولی برای ما نمیفرستن. یک نفر این کار کرد که شما خیلی تعجب میکنید، اون جلال لعمت بود. یکی روز من نشسته بودم تو بوکار درجونش کتاب، منم اصولی برای خودم داشته برمانم دنگ و فنگ و اینها گریزان بودم. یکی اماره یکی آپارتمان تو بیابان یوسف آباد و چهار تا اتاق تنگ داری و کوچیکتر این اتاقشم اتاق من بود. آی دوتا میز لکنده و چهار تا صندلی نزدم و یک روز دیدیم که یک کتابی فرزادن ترجمه آل احمد و پرویز داریوش، یکی از کتابای آندره جید ترجمه کرده. خیلی تعجب کردم که این آل احمد و حرفایی که میزنه به دربان رجوع کردنش چیه که از اونجا توضیحش بکنن. من دیدیم خوب اونم ترشیش سنتی بسیار خوبی است، اونم ترجمه کردم ببینم ما چاپ گرفتیم چاپ کردیم. بعد یک نقلی از ازش منتشر شد به قلم آقای سیروس پرهام، سر تا پای کتاب پر از اشتباه و غلط. من خیلی من گفتم اگر فرانسه نمیدونی پرویز داریوش معروف که انگلیسی میدونم، اگر باید از ترجمه انگلیسی میدونم چی داری میکشی؟ من هم اینو نداده بودم کسی مقابله بکنه، با اونی که ما رسمیمون بود که بزنیم کتابا رو مقابله کنیم. و بعد که پرامین منتقل کرد یه روزی به خود به پرهام گفته ها میدونی چیه؟ هیچ کسی بهتر از تو این کتاب ها حلاجی نگرده، بیا خودت این ترجمه کن ما چاپ میکنیم. و اونم این دور همه کرد این کار و ما این کتاب داریم. یک روز من رفته بودم به دیدنه یک مردی بود به اسم آقای محدث و فقیر آدمی بود ولی زحمت کش و باسواد، عربی میدونست، طلبه گی کرده بود، عربی میدونست و بعضی از کتابار از عربی ترجمه کرد و اینا. منم در بنگاه ترجمه نشر کتاب یک ترجمه ازش منتشر کردیم و ایشون جز کسانی که حساب کتاب ترجمه کرده برای ما. ولی شنیدم این مریض شده و بازی چند دیگه گفتن نه این تو مریض خونه خواهیه. کدوم مریض خونه؟ مریض خونه میساقیه. مریض خونه میساقیه رو دایی من ساخته بود و من خواهیش تحمل میکرد. رفتیم به مریض خونه میساقی به دیدن آقای محدث. رفتیم دیدم این دایی آل احمد بود و آل احمد اونجا نشسته بود. من هم تو عالم جوانی و خامی شروع کردم به این بعد گذاره تو زبونی که نمیدونی و مجبوری ترجمه چی زخرف رو ترجمه سرد و پاش غلط که ما مجبوریش این دوباره بدیم ترجمه کنم چاپ. او جیک نزد. حال بعد ها دیگه شدیم انقدر مهم شده بود و سردسته متعهدی من حرفا و نمیشد از این شوخی ها باش کرد. و هر حال
این بنگاه ترجمه نشر کتاب برای من یک در حاشیه تدریس هم کار اساسی شد، چون ما درست اول شروع کردیم به ترجمه آثار کلاسیک. خب ما شرط کرده بودیم که از زبان انگلیسی و فرانسه و آلمانی و روسی بعد از زبان اصلی ترجمه باشه، ولی اگه کتابی به نروژی باشه یا به یونانی باشه یا لاتینی باشه میشه از ترجمهش به یکی از این زبان ها استفاده. یک دفعه مرحوم حکمت که خیلی هم حق به گردن من داشت و به نظر من حق بزرگی به گردن فرهنگ ایران، چون درسته که قدرت رضا شاه پشت اینا بود، ولی اگر طرح و نقشه ها اینا به ساختن دانشگاه، ساختن دانشسرهای مقدماتی، نو کردن دبستان ها و دبیرستان ها، این حکمت یک پارچه انرژیشی بود. و خب چند سالی هم خیلی مورد توجه رضا شاه بود و با قدرت و پول و لیاقت و خودش خیلی خدمت کرد به فرهنگ. این یک کتابی در جمع گرده بود مثل آنا کارنین های تولستوی بود. من اون وقتا گاهی می رفتم منزل حکمت، یک کتابی رو میخواست چاپ بکنه از آثار قدیم به اسم مجالس و نفائس مال امیر علی شیرنوایی، یکی سینا از جغتایی به فارسی ترجمه کرده بود و حکمت میخواست لازم بوده کسی برای مقابل این باش کمک کنه. از من خواست، منم با کمال میل هفته یه روز می‌رفتم منزل، یک دو ساعتی به این کار مشغول شدیم. رشته صحبت از اصلا چیز با آقای حکمت فرمودی که در پیوند با آقای حکمت؟ بله نفسید برای مقابله کتاب. این کتابو ترجمه کرد و حکمت روسی نمیدونست، بله، از فرانسه ترجمه کرد یا از انگلیسی. حالا حکمت اولا استاد راهنمایی بود من بود برای تزی که برای دکترا در زبان ادبیات فارسی من گرفتم. من دو دکترا اول فارسی ولی زبان ادبیات فارسی بعد در انگلستان. و بشوستم حالا هم استاد را هم آدم با حیبتی بود، هم درشت و استاد و فنامادم و وزیر بود و اینا. گفتم آقای حکمت متاسفانه نمیشه، چون ما شرط کردیم که اینجور کتاب هایی از روسیه و از روسی تزمیم. کجا حالا این نهشتیم همچه شرطی کدام تو نظام نامه همون با نظام نامه داریم؟ گفت حالا نظام نامه هر تغییر بود. گفتم حکمت آخه که نمیشه، من نظام نامه رو خودم نوشتم و مادر پدرم چجور. بعد بهش پیشنهاد کردم، گفتم میدونی این دوست بود با فریدون کریم کشاورز، از رالف ووکس و اینا با هم دوست بودم، انجامن این جانج شوروی، و من اینو اطلاع دارم. بودم شما بدین با شرکت آقای کشاورز ترجمه کنید،
بخ چون روسی میدونه ما میدونیم منو چاپ بکنم ولی این طوری نمیشه. خیلی هم مشکلم بود که حرف حکمت رو حد کنم ولی خب میگه ناچار و یه مدتی که پی و اون هم دیگه کم کم من ظرف شد و نمیدونم اصلا این دنبالش گرفتن یا شاید دو دیگه دیگه چاپ کرد. من در بانک ها ترجمه نشه کتاب اول شروع کردیم به کلاسیک های معروف مثل ایلیاد و هومر و اودیسه و هومر دونکیشوت بود دونکیشوت رو ما موفق نشدیم ترجمه رو کنیم مگر شاید یک صورت سالش برای نوجوان هم مطمئن نیستم. البته کلاسیک های دنیا خیلی زیاده. ما هر وقتی کسی رو میتونستیم پیدا کنیم که از اون بله مثلا از شکسپیر هم ما یک دو نمایش نامه نتونستیم ترجمه بکنیم. اونم یک دو سوش خانم فرهنگیز شادمان ترجمه کرد زنه همسر فخرالدین شد که انگلیسی خیلی خوب میدونست ولی خب برای ترجمه شکسپیر آدم باید شاعرم باشه تا یه حدی و یک دوتا دیگه هم مثل رومیو و جولیت ترجمه کردم چاپ کردیم هم تو چاپ کردیم ولی خب از نویسندگان بزرگ دنیا هومر رو من از مرحوم سعید نفیسی خواهش کردم از رو ترجمه فرانسه هر دور ترجمه کرد منطقه چون به عجله کار میکرد بعدا من و زرین کوب از الف تا یه دوباره مشهور کردیم و یه جاهایی که بوی ترجمه میداد اصلاح کردیم و نام و چاپ شد. و اصلا زندگی مردان بزرگ مال پلوتارک کلاسیک بزرگیست و این رحمه کسیست به اسم رضای مشایخی بعد معاون وزارت راه بود او دادیم ترجمه بیان و خیلی کتابای دیگه. ولی بعد فکر کردیم ماشاءالله در ایران اینقدر کار انجام نشده وجود داشت که آدم نمیست کدومش رو بکنیم. دیدیم که خب این ایران شناس ها خیلی کتاب ها نمیشتن راجع به ایران چون هیچ کس خبر نداره و ما یا تلفن از کیوم هست شروع کنیم یا مرحوم حسن بیرنیای تاریخ و ایران و باستانه بسته بود دولای اسلامی هم که خب امسال عباس بوله ولی دامن وسیع داره. این از که یک مجموعه درست کردیم به اسم ایران شناسی و کتاب های معروف ایران شناس ها رو از کتاب های ایرشمن کتاب های شپولر از آلمانی و خیلی کتاب های دیگه رو دادیم ترجمه کردن مثلا این کتاب گیشمن رجوی جان رو محمد موین ترجمه کرد و که معمولا ترجمه نبود ولی خوب بود و خیلی وزینی بود و این مجموعه ایران شناسی فوق‌العاده مجموعه خوبی شد. در حقیقت کارهای عمده ایران شناسا ها با همکاری چه کسانی شما ایران شناسی رو راه انداختید؟ همکاران شما چه کسانی بودن؟ همکاران ما مترجمی بودن و اینا انتخاب و پیدا کردن مترجم بود خود من بود. خود شما بود؟ بله البته مشورت میگردن. بله 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 نه ایران شناسی چون یکی از کلانترین کارهای اون زمان بود. بله بله منتشر بود بل. و هم اصلا همین کتابه
اعداد قواعد اسلام ایران رو شپولر حال بسیار معروف آلمانی نوشته و همه این رو گریبانه های جواد فلاتوری در آلمان گرفتیم و او ترجمه کرد جد اولش رو. در همین رابطه ببخشید با در پیوند با ایران شناسی، چون یکی از کلانترین کارهایی بود که در اون زمان انجام گرفت، خب در اون زمان بودن کسانی که با در واقع اشتیاق بیان این گونه دستاوردهای شما رو ببرند و پول بابتش بدن، یا اینکه شما از جای پشتیبانی می شدید؟ بلکه به نظرم خیلی سخت میاد که اون زمان چنین کاری رو. خب چون هم از سرمایه گفتم از سرمایه به تدریج تا چون $100,000 بعد هم کتابای ما فوق العاده خوش فروش بود، خیلی هاشو به دهشی چاپ و اینا رسید و از فروشش ما قیمت کتابار که هم میذاشتیم که مردم بتونه بخره، ولی فروش میرن. حالا البته بعد که آقای من شریف آقا میشود رئیس بنیاد پهلوی و در نتیجه رئیس هیئت مدیره ما، یه اوضاع متفاوتی پیش آمد و او متعرف با کسی که میخواست همه این کتاب ها رو چاپ بکنه مرد داد ما ببندیم آن دیگه چون رئیس بود ناچار این کار کردیم، ولی اعتقاد شخص من این بود که بعد این رو بین کتاب بین ناشرین مختلف قسمت کرد، هر ناشری و یه کار خور برای یه چیز خور بعد هم یه مسابقه بین شماش. به هر حال مجموعه بعدی نشر یکی از بهترین کتابی که در این مجموعه انتشار پیدا کرد مقدمه ابن خلدون. این مقدمه فوق العاده اثر نادری است که بین مسلمین پیدا شده و نمیدونم پدر جامعه شناسی میشناسن و نکاتی که در مطالعه تاریخ پیدا کرده انقدر مهمه و انقدر خوندنیه که اون اصل کتابش که تاریخ تو تمام اسلام و ایناست یک کتابیست الابر و اسم درازی داره، اون هیچ کس نمیخونه ولی این مقدمه رو همه این رو من دادم مرحوم زهری پروین گناهبادی. پروین گناهبادی عربه خیلی خوب میتونست ولی این از طرف توده یا انتخاب شده بود به وکالت مجلس قبل من وقتی اسم این آوردم اینا بهبانی آن دیگه داشت خودشو میکشت، گفت آقا شما دارید چی کار میکنید اینا توده ای هستن آدم قهد مکنه نم فلان فرده چی به من میگن شما خبر ندارید از مشکلات به من نمیشید. گفتم آقا ما که اینجا کار هم جنبه سیاسی نداریم، حالا شما خیلی ناراحتی اجازه بدید من میام خودم به حضرت توضیح هیچ کس که میشه را دارم بده من هم شاید ما رو یه چی کس داریم. خب اگه یک بونگاهی که از سوسش حال حضرت گذاشتیم چون سرمانی اول گذاشتن یک کس که مصدقی آخه چند مصدقی هم داشت من داشت میخواستم کتاب بدم نریمان درجم کن آدم اینا اگه بیان در یک دستگاهی که اولا سیاسی نیست و اونی که ساخته خود علاحضرته این عیبی که نداره، این به نظر من یه حسنیست که حتی اشخاص مخالف هم این اقدام علاحضرت رو پسندیده باشن و درش شرکت بکن
الحسنت همیشه هر وقت ما از اینجور سوزن گوبردش کنند این دور قابچین ها بودن که بله این سخنی که امروز هم برخی میگویند که ایشون پروانه نمیداد که کتابی چاپ بشه کتابا رو کنترل میکردن خب این یک نمونه تاریخی بود که شما گفتید اینطور بله حالا البته اگه یک اسم خواستن مد و کمونیسم چیز بشه شهرال استالین بینیس با سلام و صلوات شاید که کمک نمیکردنش ولی کتاب های ما همه رو چیزی هم دو حتی یه وقتی علم به من گفت که الحضرت گفتن این برنامه های فرهنگی چیزهایی که اولیا حضرت رو مشغول کنه بد نیست که با ایشون صحبت کنید و به اطلاع ایشون برسید اون وقت من که سرعی ها بود و من گفتیم خیلی سالی دفعه رفتیم پیشش ملکه بنده و علم به بهبهانیان گزارش کار رو میدونم البته او خیلی واقعا حوصله اینجور کار رو نداشت یعنی دخالتی نمیگردن نمیزن میگو بعد بسیار رفتیم به هر حال این کار به این صورت ادامه داشت بعد که ما ایران شناسی قدی پیش رفت کرد ما گفتیم که متون زبان فارسی خیلی کمش درست چاپ شد یه چند تایی هست که اینا رو معلوم محمد قزوینی در اروپا چاپ کرده البته نمونه هست ولی خب ساده های کتاب دیگر و باید اینها رو به صورت دقیق و با همون متد غربی چاپ کرد و منتج بنابراین مجموعه متون فارسی رو چه مرد پرکاری بنابراین اینایی که بر خودشون کار بتراشن خب من خوشبختانه با همه این کارنامه که شما اکنون دارید گزارش میکنید کما بیش با همه اینها آشنایی داشتم از بنگاه ترجمه نش کتاب دستاوردهای بسیار خوبی که داشت ایران شناسی که به راستی در زمان خودش شاهکاری بود و سپس متون فارسی که خودش یک مجموعه بسیار گرانبهایی بود خیلی دکتر صفا دارم رحم و فیروز شاهنامه الان جلال و همه دیوان و اصول مختار فروزان فر ترجمه ایمه حق سانو ما ترجمه که اجازه کلاسیک همان در شرکت و اون چیز رو شر حال جلال دین پسر محمد خوارزم شد اون رو و اونم کم کم نموف کرد و مجموعه خیلی خوبی شد بعد هایی که من آمادم امریکا میگم آمادم فضول بیکار نمیشه اینجا گفتم خب بد نیست ما اون متون رو ادامه بدیم دست به چاپ شاهنامه زد و این شاهنامه رو جلال خالقی این رو نسخه‌هاش داشت جمع میکرد و من دیدم اینکه وسیله نداره اینا رو چاپ کنه بعد هم شاهنامه یه جلد آنه میشه کسی نمیاد جلد اول چاپ بکنه و اینکه بعد ها جلد ششم بشیدم که شاه شدم همچه کاری داری میکنه بسیار مبارکه و من بای کمال مهد حاضرم که اینا رو برای شما چاپ بکنم اون وقت ما در ایران سندر وسیله داشتیم اینا و باش قرار داد بستیم حق تعلیف برایش قرار دادیم و به تدریج که اینا رسید با نظارت خودش و حروف چینی در تهران
تونجا خوکی که زور سنتم اینا یکی یکی جام شد و هشت و چهار جلده هم توضیحات شاهنامه که اون آخریش پارسا منتشر شد یه جلده قطولیست که درم دو جلده در یک جلده و این کار آخر رسی آخری و حالا مونده که یک کسی با توجه به این نسخه بدل ها و با آشنایی کافی به زبان فردوسی اینها یک شاهنامه پیراسته ویراسته بده دست مردم بدون حواشی و یه توضیح بسی مشکلات مردم این چیز از شده این کار هنه صورت من شنیدم که به تازگی دکتر کتبان فریدون جنیدی در ایران چنین کاری کرده ندیدم نمیدونم شما دیدید اون رو من ندیدم بله بله در ایران هم چند نفر هستن که یک اون آقای رواقی لغت شناس بسیار خوبی و زمانی که هر مجتبا مینفی بود مجتبا مینفی و محمد امین ریاهی اینا شروع کرد بنیاد شاهنامه درست کردن ها و داستان سیاوش رو منتشر کردن ها داشتن بقیه هم درست میکردن که انقلاب شد. من بیاد دارم شاید اگر اشتباه نکنم حافظه خیلی خوب یاری نمی کنه ولی شاید بیش از 40 سال پیش خود شما یک کاری روی شاهنامه انجام داده بودید برای کودکان و نوجوانان بود و شاید این برای نخستین بار بود که شاهنامه به یک زبان ساده در واقع برای کودکان و نوجوانان که بتونن دریابن و دلبستگی پیدا کنن یکی از کارهای بسیار خوب بود در اون زمان که انجام گرفت. بله من فکر کردم بالاخره شاهنامه رو باید برد تو مردم چون مؤثری بزرگتر از این نده من تا خوب برای بچه و مشکل رو خوندنه و من به نظرم رسید که اینها رو ساده کنم و منتشر کردیم. بعدها شروع کردم به ترتیب اون اولی یه منتخباتی به از داستان من رسان سراب بودم ولی این یکی رو گفتم به ترتیب از سیامک آهری من شروع کردیم همجوری رجب کابرو اینا ولی این با آخر نرسید من گرفتاری دیگه بده کردم این دانشنامه ایرانیکا میشه شروع شد خیلی وقت من چطور شد بندیشه ایرانیکا افتادید؟ برسیم به ایرانیکا حالا عرض میکنم بله عرض کنم که اون گزیده داستانه شاهنامه رو که با اون اولی متفاوته این رو مرحوم مرتضای ممیز مصور کرد و آخه از قدیم مرسوم بود که مرسوم جمشید و که قوان ها اینجوری میکنه داریم بردهای قلم کار که هی کس دنبالش بگیره میرسی به سکا و از سکا میره به نقشی که در زمان ساسانی آن مرسوم بود ولی این ممیز خیلی واقعا یک نبوغی داشت تمام این افراد از رستم و دیو سفید و سهراب اینا رو از اینا آفرید خیلی ساده و به قول اینا به صورت مینیمالیست ولی به نظر من یکی از شاهکارهای ممیز که اون تجدید چاپ نشده ولی اون یکی چند نفر عزیز چاپ شده هم در ایران هم در اینجا و الان هم نشر کتاب داره این رو باز تجدید چاپ میکنه در کالیفرنیا. بعد این مجموعه متون هم که به جای رسید البته من به فکرهای دیگه افتادم فکر کردم جوانهای ما خوندنی ندارم درس مرزشونی که خوندن خوندن سوال به درد این باید بخور که چیزی را آدم بخون لذت ببر به چیزی هم دیگه
یک مجموعه درست کردم برای جوانان که بیشترش ترجمه آثار خارج بود به صورت ساده و بیشتر رمان های بزار و مثلا رمان های دیکنز ساده شد اینجا. بعد فکر کردیم خب نوجوان ها هم اون هم کتاب یه مدار برای اون هم کتاب اونم بشد یک مجموعه. بعد یک کسی که آقا شماش فکر کودکان است دیگه ما بینم حرف درسته ایچ مجموعه کودکان درست کردیم که بعضی هاش تألیف بود که دو نفر بودن مثل لیلی آهی هوشمند فتح اعظم که اینا قدیه ادبی داشتن ولی میتونستن برای بچه هم چی شده یه جنده کتاباره اینا نوشتن یه مقدارشم از خارج کتابای معروف بچه ها رو گرفتیم ترجمه ها سما هفت کتوله یادم هم چی و اینه که بچه هم صاحبه چیزی شدن و حالا نم شادی مثلا در 15 کتاب برای نشتن برای شرکت. بعد باز به نظر من رسید که چیزی که جوان ها و بعد از جوان ها رغبت کنن که بخونن برای اینکه ایران رو بشناسن اگه کسی بخواد کتاب مثلا گیرشمن بخونه یا ابن خلدون به درد هر تحقیق بکنه و مردم عادی چیز باید فکر کرد. این مجموعه من درست کردم به اسم آینه ایران منتها گفتم راجع به ایران باید به صورت داستان و یه جوری که شیرین باشه. اول رفتم سراغ جمال زاده که راجع به اصفهان یه چیز به بعد رفتم سراغ این کلمه کشش و راجع به رشت و گیلان این خیلی خوب بود برای این کار و یه دیگه یه مجموعه به اسم آینه ایران منتها غالبا مشکل داشتم که یک کسی این مطالبی که میخواد یاد بده به صورت دراماتیک مثلا در صورت محاوره دو نفر یعنی قصه ای نمیدونم پسری با پدرش مثلا یه سوالی میبود میگه باید بشین دو من برای توضیح بدم و اون یه سوال میکنه یه جواب میده. ولی خب یه عده به هر حال از این قبیل منتشر شد. البته جمال زاده یک جور کتاب از آلمانی برای ما ترجمه کرد اون کتاب ویلهلم تل رو مثلا شیلر در جمعه گرد خانلوی کتاب تریستیان و ایزود رو از فرانسه ترجمه کرد که اونم شاهکار نصر ترجمه است. عرض کنم یه ادوارد جوزف ما داشتیم هم اهل موسیقی بود هم اهل عرفان بود این اواخر و هم عرض کنم که سرش برای ترجمه درد میکرد و جز اون کتاب های اولی که ترجمه کردیم یکی بابا گوریو بود که این ترجمه کرد از فرانسه هم فرانسه میزن انگلیسی و یکی هم پنج رساله از افلاطون بود که محمود صلاحی ترجمه کرد خیلی ترجمه های خوب روان و خب خودش هم به اصطلاح اهل بخیه بود و این کتاب جز اون پنج کتابی که ما اول منتشر کردیم این قطعی صدا کرد در عالم مطبوعات یکی همین پنج رساله از افلاطون بود بابا گوریو بود تریستیان و ایزودوت که خانلری ترجمه کرده بود و ویلهلم تل شیلر بود یکی دیگه هم بود که الان یادم و این کار بنگاه ترجمه نشی که دا ادامه داشت تا موقعی که انقلاب شد.
انقلاب کشی شد اسمشو گذاشتن یه چیزی که اومدم کالج که عوض شد و علمم هست اون کتاب خانه هش به ارث رسید به یه محسسی نشر علم و فرهنگ همچه اسم داره و کتاب خانه انجمن کتاب رو هم که هم حساب بانگش که 600 هزار تومان پول شد و هم کتاب خونم شد این حضرات ضبط کردن و البته در حقیقت مالهای کشیدم چون من نشدم که اینا رو به جایی داده باشم به کسی حساب باید داده باشم عرض کنم من دیگه در ایران بودم و به این کارها مشغول بودم به تدریس و به نوشتن مقالات در حسی کار خودم و یک کاری که تابستان ها میکردم اون تحقیق لحجه های ایران بود مرحوم هویدا خیلی کار به من کمک کرد آن من ازش خواهش کردم که یک جیب با یک راننده در اختیار من بذارم که من برم به این جاهای دور دست این لحجه هایی که داره از بین میره یا با قول بعضی گویش هایی که داره از بین ها رو زد کن خب تمام نواحی تات نشین رو تا سرحد شوروی اون روز من همه رو ضبط کردم بعد شروع کردم به لهجه های مرکزی ایران که ارتباطی داره با اون لهجه های تاتی و این لهجه ها رو هم ضبط بعد متوجه شدم که کلمی های ایران اینها غالباً نیست که کنار بودن لهجه های محلی رو اینا حفظ کردن ولی یعنی مثلا شهری مثل اصفهان یا کاشان همه فارس زبون شدن با اینکه زبان اصلی کاشان فارسی نبوده اینا همشون جز ممال کشور ماد بودن و زبان مادی داشتن منطقه چون ساسانی ها قدرت سیاسی پیدا کردن کم کم این زبان ها رو محو کردن ولی در بعضی دهات دور افتاده و میان کلمی ها این ها باقی این که من شروع کردم به جمع کردن لهجه های کلمی ها در گلپایگان خوم این عرض کنم که برو جهر نهاوهن و هر جای دیگری البته در افغانستان دیگه کلمی ها کلی از بین رفته بودن و بعدم این ها معمولا سه تا زبون دارن یکی فارسی جمال اخره مرسوم شده همه لکه لکه میکن یکی هم زبون محلی خود شده زبون از که تو خونه هاشون باقر ولی یه زبونی هم دارن بهش میگه لوترائی تلفظ های مختلف داره این یه زبانی نیست که لغت هاش یا عبریه یا آرامی آرامی هم نزدیک به زبان از که ایساوه شهر میزن ولی ساختمان زبان ایرانی و من این حالم همه رو ضبط کردم مقاله در مجله خبر شناسی آمریکا به تفصیل نوشتم من چون خودم عبری و آرامی نمیدونستم این رو از دو نفر متخصص این زبان ها کمک خواستم و با کمک اونها تونستم تمام این ها رو تجزیه تحلیل کنم
چی چی و که حالا یه چیزی کم و بیش نزد که با اون در انسایکلوپید ایرانی کام زیر لوترهایی چاپ شد. عرض کنم که شما وقتتون بله نه نه وقت است بنده به این کارها و کارهای باطل دیگه مشغول بودم تا اینکه من رو دعوت کردن که بیام یک سال در دانشگاه کولومبیا درس در دانشگاه کولومبیا اصولا زبانهای خاورمیانه تدریس نمیشد ولی بعد که آمریکا از اون پوسته قدیمیش در اومد و پاش به خاورمیانه و کشورهای دیگه باز شد، دولت آمریکا تصمیم گرفت که یه عده متخصص این زبانها رو داشته باشه. اینه که به یه عده از دانشگاه ها کمک کرد که اینجور زبانها رو تدریس و تحصیل و تدریس شده. در ما این زمینه و منم در دانشگاه تهران تدریس میکردم، قبل از من چند نفر دعوت کرده بودن اینجا، یکی دکتر شفق، دکتر رضا خودش، یکی دکتر لطفعلی صورت کرد، یک نفر هم دعوت کردن اینها نه برای تدریس زبان فارسی ولی بیشتر درباره تاریخ و فرهنگ و اون مرحوم تقی‌زاده بود. تقی‌زاده از علمای بی نظیر ایران، اصلا قابل تصور یک عمر کسی تو کار سیاست فعال بوده باشه، از انقلاب مشروطیت تا وقتی که ماز 85 چند ساله شد، ولی با این حال اینقدر دانشمند خوبی باشه که از میان تمام دانشمندان ایران برگزیده بشه، شاید تنها کسیست که به کارهای او رجوع میدن در مسائل تقویم و گاهشماری و تاریخ های مربوط به مانوی ها و تاریخ پادشان ساسانی، یعنی سنوات و قدشون. و این دوست نزدیک نیگ هم بود، چون وقتی مغزوغ رضا شده های منتد رب انگلستان اونجا دعوت کردن که درس بود. بعد دوباره که ازش دعوت کردن که بیاد یک سال اونجا تدریس بکنه، تصور من این، خودش به من چیزی نگفت که او از من اسم برده بود و گفته بود که من ازم بد نیست فلان که هستم. اونا مذفنه دعوت کرد یک سال، بعد اون وقت فقط یک نفر بود که از علمای خوب عربی بود که مؤلف کتابی به اسم لغت‌های خارجی قرآن به اسم آرتر جفری، اون فقط بود که عربی درس و کسی نم. بعد اون یک سال من دو سال کرد. در اون فاصله یکی کسی دعوت کردن که ترکی عثمانی درس، بعد هم از من دوباره دعوت کردن سال دوم که بیام زبان و ادبیات فارسی درس بودم. در این بین یکی ارمنی ایران دوستی، آخه ارمنی حتی اگر متولد ترکی هم باشن، بر اساس به علت قتل عامی که ترک ها از ارمنی پیش از آمدن کمانداد رو ترک کردن، شاید مقارن اون احوال، این ها دیگه کینه ترکار جوری به دل گرفتن که از دلشون بیرون برون. ولی اینها از باب روسفیدی ایرانی ها شدن، نه اینکه ما خیلی با ارمنی ها خوب رفتار گرده باشه، ما با هیچ کدوم از اقلیت همون
خوب رفتار نکردیم، ولی خوب نسبی اون بود. اینه که خیلی از اینها اول آمدن به ایران و خیلیشون پاسپورت ایرانی داشتن، حتی ایران زندگی نمی کردن. یکیش همین کورکیان بود. بله.